درود بر شما همراهان ایندیپندنت فارسی خانم فریماه فرجامی بازیگر ناماشنای سینمای ایران به کما رفتن بر سر آرزوی مغزی گویا در این مورد با آقای علی مصلح خبرنگار حوزه سینما گفتگو کنیم خیلی خوش آمدید آقای مسلح ممنون که دعوت ما رو قبول کردید خواهش میکنم در خدمت ها آقای مسلح برای من و شما خانم فریماه فرجامی خیلی چهره آشنایی شاید نسل جوان کمتریشون رو به خاطر بیارن به حال من خودم به شخص بازی درخشان ایشون رو توی فیلم پرده ای آخر به یاد دارم و چرا بازیگری مثل خانم فریماه فرجامی در اوج شهرت و محبوبیت و توانمندی از سینما کنار گذاشته میشن آیا این یک اتفاق خودخواسته بوده یا در اثر شرایطی اتفاق افتاده براشون ببینید خانم فرجامی میدونید از نسلیه که هرچند کار بازیگری رو با گویندگی و حضور در تئاتر از قبل از انقلاب آغاز کرد ولی حضورش در سینما همزمان شد با در واقع انقلاب پنج وارف. اولین فیلم فیلمی که ایشون بازی کرد حالا بدشانسی هم بود فیلم خط قرمز یکی از بهترین فیلم های کیمیایی که البته میدونیم که در واقع به محاق توقیف رفت و هرگز نمایش داده نشد ایشون در اون فیلم در مقابل خسرو شکیبایی بازی میکنه و نکته جالب اینه که این دو بازیگر تبدیل میشن به در واقع مهم جزو مهمترین هنرپیشه های زن و مرد دهه های و هفتا. پرده آخر یکی از پخته ترین فیلم هایشونه که شما اشاره کردین که به خاطرش بگم جایزه جشوار فجر رو برد ولی قبل از اون سابقه همکاری با علاوه بر مسعود کیمیایی در همون خط قرمز یا فیلم های تیغ و ابریشم و سرد با فیلمسازان مشهور قبل از انقلاب تجربه همکاری داشت داروش مهرجویی علی حاتمی و بعد کارگردان هایی که بعد از انقلاب ظهور کرده بودند و میبینیم علاوه بر دهه در دهه هفتاد مثلا حضور ایشون در فیلم نرگس رخشان بنی اعتماد واقعا فراموش نشدنیه اتفاقی که افتاد ایشون با وجود اینکه فقط دو دهه ده در, واقع فعالیت میکرد یعنی ده تقریبا دیگه در اواخر دهه هفتاد بنا به اتفاقاتی که در زندگی ممکنه برای هر کسی بیفته که ترکیبی از تصمیمات شخصی و فشارهای اجتماعی که به خصوص بر هنرپیشه های زن وارد میشه و ایشون هم به دلیل هم توانایی بازیگریشون هم چهره‌ای که داشتن و بسیار در واقع جذابیت داشتن وارد یک موقعیتی شدن که متاسفانه باعث شد دیگه از اوایل دهه هشتاد به شکل تدریجی محو بشن شرایطی که حاکم شد بر زندگی شخصی ایشون در واقع این ماجرا رقم زد و دو دهه هست که این غیبت میشه گفت تقریبی ادامه داره بله شما به شرایط سخت و به فشارهایی که روی بازیگران ایران مخصوصا بازیگران زن در سینما ایران هست اشاره کردید. به نظر شما این فشارها آیا میتونه در نهایت دلیلی باشه برای اینکه خب ما در ایران خیلی از هنرمندان رو داریم که در قبل از اینکه در واقع سن حرفه ایشون برای حضور در سینما تموم بشه از اینجا یا کنار گذاشته میشن یا حالا خودشون انتخاب میکنن و ما خب میگم در همه دنیا اینو داریم در ایران بالاخص خیلی اتفاق میفته چقدر تاثیر داره وضعیت و که در ایران حاکمه بر این اتفاق که هنرپیشه ها و بازیگران سینما و تلویزیون خیلی زود تصمیم میگیرن یا کنار گذاشته میشن ببینید اساسا انقلاب پنج که یکی از اولین نتایجش تصویه و حذف یک نسل مهم از سینماگران ایرانی به خصوص بازیگران و باز به خصوص بازیگران زن بود یعنی تعداد زیادی از بازیگران و ستاره های زن سینما ایران در اوج شهرت و پختگی یا خانهنشین شدند یا به تبعید اجباری یا خودخواسته رفتن یا اساسا از بین رفتن یعنی در نهایت در سالهای اخیر اخبار متعددی میاد که در اقصا نقاط ایران و جهان این هنرپیشا که فراموش شدن در واقع در فراموشی متاسفانه درگذشتن و این اتفاق برای نسل بازیگران زن بعد از انقلاب هم افتاد من علاوه بر خانم فرجامی سوسن تسلیمی رو مثال میزنم که مجبور به مهاجرت شد و الان هم میبینیم این روند ادامه داره یعنی این روند ممنوع کار کردن ممنوع چهره کردن ممنوع فعالیت کردنی که آمیخته هستند با سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی فشار زیادی بر بازیگران زن میاره از نسل های مختلف و متاسفانه متاسفانه فریما فرجامی یکی از قربانیان غیر مستقیم این شرایطه و میبینیم که حتی وقتی مثلا چند سال پیش برنامه هفت سراغ ایشون میره در اون شرایطی که خب خیلی هم واقعا شرایط مناسبی نبود میخواد از زبون ایشون حرفهایی بکشه علیه بازیگران زن دیگر سینمای ای ایران در نهایت من فکر میکنم فریما فرجامی فقط یکی از قربانیان جمهوری اسلامی و سیاست های فرهنگیش بوده بله و در نهایت به نظر شما آیا امکانش هست که این شرایط تغییر کنه و در حال در حال حاضر خانم فرجامی در کما به سر میبرن امیدواریم که هر زودتر سلامتیشون رو به دست میارن آیا امیدی هست که شرایط برای زنان بازیگر در ایران بهتر بشه در شرایط فعلی ببینید یک تفاوتی که الان کرده با سالهای پیش یا دهه پیش اینه که بازیگران زن از نسلهای مختلف در برابر محدودیت ها و ممنوعیت ها ایستادگی کردن یعنی ما میبینیم از گلاب آدینه پانتا بهرام فاطمه متمداری تا ترانه علی دوستی و در واقع بازیگرانی از نسل های متعدد الان علا اینکه این که ممنوع فعالیت شدن همچنان استادگی میکنن در برابر حجاب اجباری یعنی در واقع میتونیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که این تجربه تاریخی قربانی شدن زنان هنرمند زنان سینماگر زنان بازیگر به یک نقطه ای رسید که همونطور که جامعه ایران انگار که تبدیل شد به یه آتش بشان و بعد از چند دهه ظلم حداقل در برابر حجاب اجباری ایستادگی ای کرد زنان ایرانی رو عرض میکنم بازیگران زن هم به عنوان بخش بخشی از این جامعه زنان این ایستادگی رو و این مقاومت رو دارن تداوم بخشن ما در هفته های اخیر و ماه های اخیر اخبار متعددی شنیدیم از تهدید شدن اینها از احزار شدن اینها بابت در واقع همراهی با اعتراض های سال 1401 ولی شما ببینید در سال 1402 این بازیگران در واقع مقامت در برابر هجاب اجباری رو به سطح جامعه و به اماکن عمومی میارن بنابراین من فکر میکنم در واقع اگر افرادی مثل فریمای فرجامی قربانی این سیاست های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی شدن ولی در واقع کسانی موندن در خط مقدم و همچنان دارن استادگی میکنن و همونطور که میبینیم هجاب اجباری رو عملا به گوشه ای انداختن دیگه و, و, در واقع همه این واکنش هایی که حکومت و حامیانش نشون میدن ناشی از همین مسئله است بله. خیلی متشکرم جناب مسته از وقتی که در اختیار ما گذاشتید برای این گفتگو برای خانم فریماه فرجامی هم آرزوی سلامتی میکنیم و ممنونیم از شما که در این گفتگو با ما همراهی کردید بینندگان عزیز